ابتلای شدید دنیا جهان بخت به بیماری آنبوزمان آسیایی و همچنین صحبت‌های پویان مختاری در مورد این که قبلا فقیر بوده ولی الان فندکش پول یه ماشینه. با توی چه شرایطی این آهنگو نوشتم و خوندم باورم نمیشه. الان اون روزاره که آدم میاد اصلا باورم نمیشه الان کجام. سیگارمو دارم با چی روشن میکنم. عجب روزگاریه، عجب روزگاریه. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید بعد از اینکه مهراجم از ایران رفت پیش دنیا جهان بخت اولین کاری که کرد یه بچه جاساز کرد. به هر حال این تنها کاری بود که از دست مهراد برمی اومد. آخه دیگه پول و ماشین و شغل و شهرت و که دنیا داشت، پس تنها کاری که مهراد میتونست بکنه همین بود که کرد. و اما بعد از اینا دنیا رفت لندن و مهراد هم با خودش برد و حالا هم هی به مردم یه روز میگن بچه پسره، یه روز میگن دختره. خلاصه با این که هنوز مشخص نیست بچه چیه ولی پیجش 1,100,000 نفری شده. حالا چیزی که برای مخاطباش خیلی مهمه اینه که دنیا داره دروغ میگه یا راست، که البته ما فکر میکنیم مهراد راسته. بگذریم از بحث خارج نشیم. آره داشتم میگفتم هنوز معلوم نیست دنیا دروغ میگه یا نه. از اونورم مخاطبا میانو میگن داخه دایوز تو اگه حامله ای پس چرا شکمت اصلا جلو نیومده؟ به هر حال این بچه قراره چند وقت دیگه به دنیا بیاد، پس چرا تو هیچ علایمی نداری؟ دنیا هم هی میگه که بابا من شکمم همینطوریه و دروغ نمیگم و هی از سونوگرافی فیلم و استوری میکنه. از اونجایی که دنیا قبلا دروغای خیلی زیادی به مردم گفته، خب مردم حق دارن که حرفاشو باور نکنن. مثلا همین آدم میگفت که من هرگز سایت تبلیغ نمی کنم، بعد اومد و سایت زد و با همون پول در آورد و رفت لندن. خلاصه اینقدر حاشیه داشته که این سالا مردم حرفاشو به یه ور خودشون هم حساب نمی کنن و اگه پیجشو دنبال می کنن برای سرگرمیه، برای اینه که ببینن آخرش چی میشه، دیگه با کی دعوا می کنه، دیگه از کی حامله میشه. و خلاصه این شده سرگرمی برای مردمی که از صدا و سیما و رسانه های خودشون هیچ خیری ندیدن. و اما اینکه چرا دنیا با اینکه میگه حامل است ولی شکمش بالا نمیاد رو ما بعد از بررسیایی که انجام دادیم و مشورتایی که با کارشناسان تیم پارس فکت توی کشورهای مختلف داشتیم، که قبلا اشاره کردیم که یکی از اعضای تیم ما پروفسور سمیعیه. بله خلاصه تو جلسه ای که با پروفسور سمیعی داشتیم تشخیص دادیم که دنیا جهان بخت شدیداً به بیماری آنگوزمان دچاره. آنگوزمان آسیایی. همونطور که میدونید توی این چند وقت اخیر اسم این بیماری زیاد شنیده شده و کسی نمیدونست که این چیه. واقعیت اینه که افرادی که به این بیماری دچارن معمولاً مثل چیز دروغ میگن و درست وقتی که حامله میشن به جای این که شکمشون بیاد جلو بیشتر میره عقب و تازه وزن هم کم میکنن و مجبورن که توی عکسا باسن مبارک و بدن عقب و قوس کمر رو زیاد کنن تا شاید کمی مشخص بشه که حاملن. خلاصه ما امیدواریم که بچه دنیا چند ماه دیگه به دنیا بیاد و این خاله پرسابقه از شر این بیماری خلاص شه. و اما از این موضوع که بگذریم باید بریم سراغ پویان مختاری. پویان به تازگی از ترکیه رفته اسپانیا و اونجا مثل این که شبا مست میکنه و همین دیشب هم مست کرد و کلی حرف زد. چیزی که جالب بود این بود که پویان همش به این موضوع اشاره میکنه که قبلا خیلی سختی کشیده و باورش نمیشه همونی که قبلا آهنگای غمگین میخونده ولی الان توی اون ماشینا نشسته و یه زندگی لاکچری داره. من با توی چه شرایطی این آهنگو نوشتم و خوندم باورم نمیشه. الان اون روزاره که آدم میاد اصلا باورم نمیشه الان کجام. سیگارمو دارم با چی روشن میکنم؟ ببین اون شخصی که ای بابا عجب روزگاریه، عجب روزگاریه. زمین گرده میدونی، میچرخه یه جا بهت نشون میده که چی به چیه، تو کی هستی، بقیه کی هستن. و
زمان همه چی نشون میده. بله، و اما قبلا هم پویان مختاری در مورد گذشته خودش صحبت کرده بود که بهتره تیکه‌هایی ازشو بشنویم. بعد پدرم ورشکست شد متاسفانه، بعد رفتیم مجبور شدیم فرار حالا فرار که نمیشه گفت، ولی رفتیم اصفهان که مشکلاتمون یواش یواش حل بشه. بعد این فامیلامون به جای اینکه کمک کنن بیشتر شوب لاچرخمون کردن که بدتر بشه. بعد من پدرم یک سال مثلا زندان بود سر یه چک 30 میلیونی. بعد همیشه توی اون فضا دوست داشتم که در واقع یه کاری کنم که باعث افتخار خانواده بشم و مادرم جلوی همه سربلند بشه، چون به خاطر پول ما به اون شرایط بد رسیدیم. بعد تمام تلاشمو کردم که یه کاری کنم که اون آدمایی که پشت ما رو خالی کردن همه دارن حسرت اینو می‌خورن که یک ثانیه جای ما باشن، و من به خاطر مادرم به خاطر خانواده‌ام از زیر سنگم که شده پول در میارم و حالشون خوب می‌کنم همیشه. آره اون موقع من خیلی غرورم شکست، خیلی اذیت شدم. بعد عموی مثلا ما ارث داشتیم، علی ندارم خدا رو شکر. الان که تو زندان بودم هم وجدانم راحت بود، خیارم راحت بود، گفتم خانواده‌ام در آرامشن. آدم‌ها زمانی پیشرفت می‌کنن که توی اوج محدودیت هست. یادتون باشه اینا رو باهاتون به اشتراک میذارم، چون میدونم حداقل یک نفر دو نفر از بین این آدمایی که هستن گوش میدن میگیرن چی میگن و تکون میخورن، یه دفعه چک به خودشون میزنن میگن پاشو الان وقتشه که یه کاری بکنی، همین الان پاشو باید یه کاری بکنی که میشینی اخبار رو میبینی. اخبار اصلا چیز چرت و پرته، اخبار اصلا نبینید، اخبار نخونید و باشید همین الان یه کاری بکنید. با اینقدر علم پیشرفت کرده تو با یه گوشی میتونی هزاران کار بکنی، سرچ کن گوگل یوتیوب این ور اون ور، دست به یه کاری بزن میدونی، نشین یه گوشه. باشه ببینم، باشه چونگو شد، باشه ببینم. بله، حالا نظر شما در مورد صحبت‌های پویان مختاری چیه؟ فکر میکنید حقش هست که به این جایگاه رسیده؟ و همچنین نظرتون در مورد بیماری دنیا جهان بخت چیه؟ فکر میکنید تشخیص ما در مورد بیماریش درست بوده یا نه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت برامون بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. حتما چنل دوم رو هم ساب کنید که توش کلی ویدیوهای کاملا متفاوت با اینجا آپلود میکنم. پس یادتون نره بهش سر بزنید و عضو شید و زنگولرم بزنید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جاییم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.